بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرها. عربستان سعودی و تناقض بزرگ در میراث تاریخ اسلام. هشدار اداره کل هواشناسی عراق درباره پیامدهای افزایش شدید دما و لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی توسط زائران اربعین حسینی. و هشدار اتحادیه اروپا نسبت به افزایش بحران آب در افغانستان. شما بخیر. به گزارش رسانه‌ها، عربستان سعودی با گنجاندن 8 مکان ثبت شده تاریخی این کشور در فهرست میراث جهانی یونسکو، تلاش خود برای دستیابی به اهداف تعیین شده در چشمانداز 2030 را عملیاتی کرد. اما این تلاش‌ها در کنار تخریب سازمان یافته و بی‌اعتنایی به میراث بزرگ اسلام همچون حرم بقیع، تناقض بزرگی را در برابر نظام سعودی بی پاسخ گذاشته است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. به گزارش شفقنا، به نقل از وبگاه روزنامه الشرق الاوسط، عربستان سعودی پس از گنجاندن منطقه باستانی الفاو در فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو در کنار 8 مکان ثبت شده دیگر تلاش کرد که به دنیا و به ویژه دنیای اسلام نشان دهد که به هدف چشمانداز 2030 برای حفظ میراث تاریخی اسلام نزدیک شده است. این گزارش می‌افزاید در نشست دهلی نو، یونسکو منطقه الفاو را به عنوان 8 مکان فرهنگی عربستان سعودی با ارزش جهانی استثنایی برای میراث انسانی پس از شهر الحج در الولا، محله الطریف در دیریه، منطقه جده تاریخی، هنر صخره‌ای در واحد الاحساء، منطقه فرهنگی هیما در نجران و منطقه حفاظت شده اورق بنی مرد به ثبت رساند. نظام سعودی تلاش می‌کند با ژست حفظ میراث تاریخی از زیر بار سنگین پاسخ به دنیای اسلام برای تخریب حرم بقیع و قبور مبارک ائمه و بی‌اعتنایی به این میراث جهانی بشر شانه خالی کند. با به رسمیت شناختن میراث تاریخی چند بیابان خشک و خالی دارای صخره‌ها و سنگواره‌های کندکاری شده از دوران پیش از اسلام، جای پرسش دارد که علمای وهابی و سنی های تندروی حاکم بر این کشور چطور علم تکفیر بلند نکردند؟ چطور در اسلام تکفیری ایشان ساخت حرم و بقعه احترام آمیز و حق مسلمانان برای زیارت قبور فرزندان رسول خدا حرام و شرک است، اما به رسمیت شناختن میراث تاریخی سنگواره ها در بیابان های خشک و خالی بازمانده از دوران پیش از اسلام و تلاش برای جذب توریست جهت بازدید از این آثار حلال و مجاز است؟ نظام سعودی صرفاً به تخریب حرم بقیع بسنده نکرده است و لیست بلندی از تخریب اماکن اسلامی در این کشور را میتوان برای تنویر افکار عمومی ارائه نمود. از جمله این اماکن میتوان به مساجد و مراکز اسلامی تخریب شده در استانهای با اکثریت جمعیت شیعی در قطیف و الاحساء اشاره کرد. در نوامبر سال 2022 میلادی، مسجد تاریخی الحریف واقع در بین دو شهر العوامیه و القطیف هدف تخریب ضد شیعه ایشان قرار گرفت. همچنین کوه تاریخی الحریف در منطقه شیعه نشین قطیف به طور کلی تخریب و ساکنان شیعه آن پراکنده شدند. همچنین مسجد العهد بین شهرک ام الحمامه و الملاحه غربی در استان قطیف نیز هدف تخریب نظام سعودی قرار گرفت. در دسامبر 2020 میلادی، مقامات سعودی با بولدوزر به تخریب مسجد جامع امام حسین علیه السلام در منطقه عزاره در العوامیه اقدام کردند و آن را به تلی از خاک تبدیل کردند،
زیرا این مسجد میراثی از شیخ نمر باقر النمر و نماد حق طلبی شیعیان عربستان سعودی بود. تخریب مسجد المنارتین، تخریب مسجد و مقبره علی ابن جعفر صادق فرزند امام صادق و از روات احادیث که توسط دینامیت در سال 2002 تخریب و نابود شد، تخریب مسجد سلمان فارسی در مدینه، تخریب مسجد و آرامگاه حضرت حمزه و سایر شهدای جنگ احد در کوه احد، تخریب قبرستان ابو طالب مشهور به جنت المعلا در مکه، تخریب قبر عبدالله پدر رسول خدا و نظایر آن بخشی از لیست بلند بالای تخریب‌های نظام سعودی فقط در قرن 20 و 21 میلادی است. بینندگان گرامی، ارتباط ما با دکتر سید محمد نقوی برقرار شده. جناب نقوی، سلام و عرض ادب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. جناب نقوی، چگونه نظام حاکم بر سعودی با به رسمیت شناختن و حفظ آثار تاریخی بجامانده از دوره پیش از اسلام و تخریب آثار اسلامی از جمله بقی خود را خادم حرمین شریفین می دانند؟ بفرمید. از کنم خدمتون، از مدت ها دولت یعنی حکومت عربستان یک دوگانه بین اسلامگراها و مورخین داره که من اتفاقا چند وقت پیش خدمت یکی از این مستشرقان آقای کریستیان روبان بودم که ایشون مسئول بازرسی آثار باستانی عربستان و اردن هست و ازش پرسیدم، همین سوال همینطوری پرسیدم، ایشون گفت که من مدت هاست، من نزدیک 70 سال که 60-70 ساله که این هیئت های فرانسوی و آلمانی در اونجا کارهای باستانشناسی انجام میدن ولی خب اونا رو منتشر نمی کنن دولت به خاطر این ملاحظاتی که اسلامگراها دارند و مخصوصا حالا علما دارن اینجا، خب اونا رو منتشر نمی‌کرد که الان به مقدار تغییر کرده قضیه با محدود کردن علما در مکه و مدینه. از قدیم هم همینطوری بوده ولی خب یک علاوه بر این که یه دوگانه هست که آثار اسلامی خیلی بهش بها داده نشد به خاطر اینکه بیشتر مکه و مدینه تحت امر علما و علمای وهابی بود و دولت هم یک قرارداد ننوشته با اینا داشت که با اینا کاری نداشته باشه، اونا هم با دولت کاری نداشته باشن. به خاطر این به مسائل تاریخی خیلی نمی‌دونی گیری به اینا به مسائل نمیدن و الان هم که بعد از مدتی که محمد بن سلمان اومده خب خیلی قدرت علما رو محدود کرده و الان حتی در مکه و مدینه هم به آثار تاریخی دارن میپردازن ولی خب به هر حال اون قضیه خیلی مهم هستش که آثار شیعی رو بهش بهایی داده نمیشه و حالا هنوز هم سعی میشه که حالا یا به نحوی مورد یعنی بهش توجهی نشه یا خب از بین بشه برد با بدون اینکه صداش در بیاد، اون قضیه سر جای خودش هست ولی خب این یه دورانی هست که از قدیم بوده و هنوز هم هست و اون خادم الحرمین شریفین دیگه به هر حال یک لقبیه که رسما دارن. جناب دکتر نقوی، آیا علمای وهابی و تکفیری نسبت به حفظ آثار باستانی دوران پیش از اسلام اعتراضی نمی کنند؟ آیا حفظ این آثار و تلاش برای جذب توریست های غربی برای بازدید از این آثار کفر و شرک نیست؟ چرا عربستان زیارت مسلمانان از قبور متبرکه بقی را کفر و شرک می دانند اما بازدید از این آثار پیش از اسلام را کفر و شرک نمی دانند؟ بفرمایید. عرض کنم که همون این برمیگرده به همون قرارداد که با علمای وهابی دولت داره از همون اوائل تشکیل دولت سعودی و خب خیلی دخالتی در امور اونا نمی کنه دولت. خود دولت یا حکومت عربستان یک حالت سکولار داره ولی خب جلوی کارای علما رو نمیگیره چون به هر حال منافعش اونجا طوریه که نمیتونه باهاشون درگیر بشه. ولی اخیراً مخصوصا تو این چند سالی که یک تغییراتی در مورد مسائل توریستی اون انجام شد، خب علما یه سری موضع‌گیری هایی کردن. علمای وهابی حتی خطیب مکه هم یه موضع‌گیری کرد که بعد از اون یک
با فشارهایی که دولت، حکومت و همین مخصوصا خود محمد بن سلمان آورد، دیگه یواش یواش قدرت علما رو اینا کم کردن خیلی، و علما دیگه الان خیلی به این موارد نمیپردازن، در موردش صحبتی نمیکنن. ولی خب به هر حال مخالفتی که اونا با این آثار تاریخی و این حفظشون و اومدن توریست ها و این ندارن، اون سواجه خودش هست، ولی خب دیگه قدرت سابق رو ندارن که حرفی بزنن. بله، ممنونم. با تشکر از دکتر سید محمد نقوی، تاریخ پژوه از کراچی، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. استانداری واسط با احداث مجموعه‌ای به ارزش بیش از 5 میلیارد دینار آماده پذیرایی از زائران ایرانی از طریق گذرگاه مرزی ضرباتی برای بزرگداشت زیارت اربعین در استان کربلا است. یکی از اعضای شورای استانی واسط، عادل البدراوی، تایید می‌کند که کار در مرز ضرباتیه در حال انجام است و پیشرفت محسوسی در کار وجود دارد و امیدواریم که قبل از سفر اربعین تمام کارهای لازم را به پایان برسانیم. در محوطه بیرونی مرز ضرباتیه محلی نیز برای اسکان خودروهای حمل مسافر آماده شده است، لذا زیارت امسال نسبت به سالهای گذشته بهتر است. و خبری از اروپا. وزارت کشور اتریش روز گذشته اعلام کرد شبکه‌ای که در جمع‌آوری کمک‌های مالی برای گروه‌های سنی‌های تندروی داعش در اتریش فعالیت و مشارکت داشته را منهدم کرده است. بنابر گزارش مقامات رسمی این کشور، 9 مظنون در این رابطه دستگیر شدند. به گفته این وزارتخانه، نیروهای امنیتی اتریش روز پنج شنبه در 5 ایالت فدرال بازرسی خانه‌های این تروریست‌ها را انجام دادند و تلفن‌های همراه، لپتاپ، دستگاه‌های ذخیره‌سازی اطلاعات آنها را چک کرده و مقدار قابل توجهی پول نقد و یک خودرو را کشف و ضبط کردند. ارتش پاکستان اعلام کرد که روز گذشته 28 ژوئیه در عملیاتی در منطقه تانک خیبر پختونخوا 4 تروریست را کشته است. دفتر رسانه‌های ارتش این کشور گفت که در پی این عملیات سلاح و مهمات جنگجویان به دست نیروهای ارتش افتاده است. ارتش پاکستان طی اظهاراتی گفت نیروهایش گزارشی از حضور جنگجویان در منطقه تانک خیبر پختونخوا دریافت کرده و در پی آن عملیاتی را در این منطقه انجام دادند که در پی تبادل آتش و درگیری 4 تروریست از پا در آمدند. و خبری از یمن. سازمان ملل اعلام کرد که 800 خانواده در پی بارش شدید باران در استان عمران در شمال یمن آسیب دیدند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از آناتولی، کمیساریای امور پناهندگان سازمان ملل اعلام کرد بارش شدید باران در منطقه القفله در استان عمران منجر به آسیب‌های بسیاری شد. در بیانیه این سازمان آمده است که 300 خانواده در پی این بارش در مناطق محل سکونت آوارگان و 500 خانواده خارج از آن آسیب دیدند. این تصور غلط وجود دارد که صبحانه های شیرین انرژی بخشند، در حالی که بالا رفتن ناگهانی قند در بدن و به دنبال آن سقوط ناگهانی قند احساس خستگی و کرختی در ما ایجاد می کند. کریس دوبرلی، کارشناس سلامت روده، از بریتانیایی ها خواسته است که عادت مصرف مواد غذایی شیرین در وعده صبحانه را کنار بگذارند. او توصیه می کند مصرف آب پرتقال و غلات شیرین را فراموش کند، زیرا این مواد ظاهراً بی ضرر به سلامت روده و سلامت عمومی صدمه می زند.
اداره کل هواشناسی عراق همزمان با افزایش شدید دمای هوا در این کشور به ویژه در 5 استان بغداد، الانبار، صلاح الدین، بابل و واسط درباره پیامدهای قرار گرفتن در برابر اشعه خورشید هشدار دادند. به گزارشی که همکارم در رابطه با گرمای شدید هوای عراق و لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی توسط زائران اربعین حسینی تهیه نموده توجه فرمایید. اداره کل هواشناسی عراق همزمان با افزایش شدید دمای هوا در این کشور که در برخی مناطق از 50 درجه نیز فراتر رفته است، درباره پیامدهای قرار گرفتن در معرض تابش نور خورشید از جمله افزایش خطرناک شاخص اشعه ماورای بنفش در تعدادی از استانها و ابتلا به سرطان هشدار داد. به گزارش العربیه الجدید، اداره هواشناسی و پایش زمین لرزه در عراق اعلام کرد در تعدادی از استانها شاخص اشعه ماورای بنفش بسیار بالاست و شهروندان باید از قرار گرفتن در معرض نور خورشید به ویژه در ظهر و هنگام تابش اشعه های عمودی خودداری کنند، چرا که این امر ممکن است باعث سوختگی پوست و آسیب به شبکیه چشم شود. این منبع افزود افزایش دما در 2 ماه گذشته در عراق گاهی اوقات از 50 درجه سانتیگراد فراتر رفته، به گونه ای که موارد مکرری از حالت غش مشاهده شده است. اداره کل هواشناسی عراق هشدار داد در روزهایی که تابش نور خورشید زیاد است، سطح اشعه ماورای بنفش نیز افزایش می‌یابد که همین مسئله خطر سوختگی و سرطان را افزایش می‌دهد. این سازمان بر لزوم اتخاذ کردن تدابیر احتیاطی لازم برای حمایت از چشم‌ها در برابر نور خورشید به ویژه در استان‌های بغداد، الانبار، صلاح الدین، بابل و واسط تاکید کرد. گفتنی است دولت عراق اخیراً دستوراتی برای کاهش ساعات کار رسمی در تمام ادارات دولتی و حتی مؤسسات خصوصی به دلیل گرمای بسیار شدید صادر کرده است. با توجه به نزدیک بودن زمان زیارت اربعین که خیلی کثیری از مشتاقان و محبان اهل بیت علیهم السلام از نقاط مختلف دنیا رهسپار عراق می شوند و بعضاً با حضور در مشایعی اربعین مسیر طولانی را با پای پیاده طی می کنند، رعایت توصیه های پزشکی به منظور مقابله با گرمازدگی و پیشگیری از ابتلا به برخی از بیماری های احتمالی امری ضروری به نظر می رسد. در سال گذشته بیشترین تردد زائران ایرانی اربعین به ترتیب مربوط به مرزهای مهران، شلمچه، چذابه، خسروی، تمرچین و باشماق بوده است. بر اساس توصیه پزشکان و متخصصان سلامت، حفظ بهداشت عمومی زائران، تشخیص به موقع بیماری ها به خصوص بیماری های قابل انتقال از آب و هوا و غذا و مسمومیت ها، درمان به موقع به ویژه در گرمازدگی و آمادگی برای ارائه خدمات در حوادث غیر مترقبه بایستی مورد توجه زائران اربعین در طول سفر باشد. با توجه به شرایط اربعین امسال، توجه به برخی نکات برای حفظ سلامت زائران از اهمیت زیادی برخوردار است که این موارد توسط پزشکان و متخصصان سلامت توصیه شده است. 1. تا جای ممکن از لباس‌های گشاد، نخی و خنک استفاده کنید و از همراه داشتن بار اضافه بپرهیزید. 2. نوشیدن آب برای جلوگیری از گرمازدگی را جدی بگیرید و در مسیر حتما از آب آشامیدنی به مقدار لازم استفاده کنید. 3. تا حد امکان نوشیدنی های گازدار و کافئیندار مصرف نکنید، چرا که بدن را هیدراته و خشک می کند. بنابراین شربت های سنتی همچون سکنجبین، خاکشیر و تخم شربتی را جایگزین کنید. 4. مصرف یخ و آب بسیار خنک نیز دمای بدن را بالا برده و موجب ایجاد آتش می شود. به همین دلیل مصرف آن را به حداقل برسانید. 5. غذاهایی استفاده کنید که بدن آب کمتری از دست می دهد. به جای استفاده از شیرینی، غذاهای سرخ کرده و ادویه ها که باعث تشدید تشنگی می شود، به مصرف میوه ها به ویژه هندوانه اهتمام داشته باشید. 6. از غذاهایی با طبع گرم کمتر استفاده کنید و در مسیر بی رویه غذا نخورید. 7.
از عرقگیر استفاده کرده و برای جلوگیری از گرمازدگی در طول روز در موکب‌ها استراحت کرده و عصر یا شب‌ها به پیاده روی پرداخته و به مسیر خود ادامه دهید. 8. از کلاه و پوشش پارچه‌ای نازک برای پوشاندن سر و صورت و عینک برای محافظت از چشم در طول مسیر حرکت استفاده کنید و هر از گاهی پوشش پارچه‌ای خود را با گلاب یا آب مرطوب کنید. 9. در صورت بروز خستگی یا کوفتگی حرکت در مسیر زیارت را برای ساعاتی متوقف کرده و پس از بهبودی نسبی به ادامه مسیر بپردازید. 10. تا قبل از رفتن به زیارت اربعین و به منظور آمادگی برای تشرف به مشرعی اربعین صبح ها آب ولرم، آب لیمو و عسل بنوشید و تعدادی لیمو ترش تازه به همراه داشته باشید تا در صورت آتش یا گرمازدگی از آن استفاده کنید. اتحادیه اروپا نسبت به افزایش بحران آب در افغانستان هشدار داده است. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان هشدار داده که خشکسالی، آلودگی هوا و استفاده بیش از حد آب منابع با ارزش مردم را تهدید می‌کند. این نهاد گفته است که خشکسالی معیشت و دسترسی به غذا و آب را تهدید می‌کند و در کنار آن نگرانی‌هایی را در زمینه آوارگی، سلامتی و بهداشت، حفاظت، امنیت و ثبات در این کشور به دنبال دارد. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با اشاره به آغاز کمپین عمومی مسئولیت منابع آب گفته که همه باید به صورت مشترک بحران آب را مهار ساخته و دریاها، مردابها و آبهای زیرزمینی را برای نسل‌های آینده مسئول سازد. این در حالی است که موج اخیر تغییرات اقلیمی افغانستان را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. افغانستان در چند ماه اخیر شاهد سیلاب‌های مرگبار، زلزله‌های ویرانگر، خشکسالی‌های گسترده و برخی آفت‌های طبیعی دیگر بوده است. باران‌های شدید، سیلاب‌ها و تندبادها در استان‌های مختلف افغانستان به ویژه ننگرهار در دو هفته گذشته تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی را به مردم وارد کرده است. پیش از این اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد اوچا هم گفته بود که افغانستان از جمله 10 کشوری است که با تهدید تغییرات اقلیمی روبروست و برای کاهش تأثیرات اقلیم آمادگی لازم را ندارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. عربستان سعودی و تناقض بزرگ در میراث تاریخ اسلام. هشدار اداره کل هواشناسی عراق درباره پیامدهای افزایش شدید دما و لزوم رعایت توصیه‌های بهداشتی توسط زائران اربعین حسینی. و هشدار اتحادیه اروپا نسبت به افزایش بحران آب در افغانستان. بینندگان گرامی، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.